سلام و خوش اومدید به ویدیو آپدیتی دیگه از بازی فورتنایت. ما هر هفته اینجور ویدیو آپدیتی داریم و هر هفته بعد از آپدیت فورتنایت از این ویدیو قرار میدم. تو این آپدیت خیلی از ایونت ها اضافه شده، خیلی چیزا قرار رو به بازی بیاد و با هم باید این ایونت ها رو ببینیم. هنوز به صورت رسمی هیچ ایونتی تایید نشده، ولی فایلایی از بازی پیدا کردن، کسایی که فایلای بازی رو میگردن و چیزایی که قرار به بازی بیاد. قبل اینکه به موضوعات ویدیو برسیم، از شما میخوام که ویدیو رو لایک کنید. خیلی خوب میشه که در این ویدیو حداقل 30 تا لایک داشته باشیم و اگرم ساب نیستید ساب کنید و منو در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید. دارم سعیم میکنم که اونجا هم بهتر بشم و فعالیتم اونجا بهتر کنم و بدون هیچ معطلی بریم به این موضوعات ویدیو برسیم. مثل همیشه اولین موضوعی که میخواییم در ویدیو بهش برسیم اسکینه، که اسکین جدید اومده. زیاد این چند وقت فورتنایت اسکین نمیده، یا اینکه اسکینا رو یه جوری مخفی کرده که نمیتونن فایلای بازی پیدا کنن. اسکینی که دارید روی صفحه میبینید اسکینی هست که برای ایستر اگ باید بیاد، چون یه مراسمی هست که مشهور به ایستر اگ، چیزی مثل همون رنگ کردن تخم مرغ عید خودمونه و کلا یه جور جشنیه که میبینید خرگوش هم نمادشه با تخم مرغ های رنگ کرده و فورتنایت هم این اسکین رو اضافه کرده که این اسکین دو تا حالت چهره داره که میبینید، دو تا رنگ داره، حالت اخموم، حالت خوشحالی، که به نظر من اسکین خوبیه. اسکین دیگه که میبینید این نسخه آغاشه که میبینید روی صفحه، این نسبتا ساده تر از نسخه قبلی این اسکینه و فکر کنم اسمش نینجا بانیه، نمیدونم، از اینجور اسمایی که به نظر من اسکین های خوبی هن که قرار بازی اضافه بشن. خب برسیم به چیزی که در این آپدیت اضافه شد، تفنگ جدید که یه چیزی شبیه اونی که توی ایپکس هم هستش و تکتیر میزنه، اینفانتریه و اگه درست بگم اسمشو، و خیلی تفنگ خوبیه، دمیجش هم خوبه، که به نظر من واقعا چیز خوبیه که به بازی اضافه شده اگر حذفش نکنن بعد مدتی. و میرسیم به ایر رویال. ایر رویال امروز گیم مودی بود که فورتنایت اضافه کرد که فقط میتونید از هواپیما استفاده کنید توش و از چیز دیگه ای نمیتونید استفاده کنید و لوت هایی هستن که باش میتونی فقط با هواپیما استفادهش کنی، که گیم پلیش هم بر شما قرار دادم. اگه نگاه نکردید بعد این ویدیو میتونید برید نگاه کنید، گیم پلی از این گیم مود بر شما قرار دادم. گیم مود به نظر من، برای من که سخت بود و نیاز به تلاش داره، چون خیلی هواپیما دیر از پا در میان. به نظر من فورتنایت باید ذره ضعیف کنه مقدار HP هواپیما رو تا بشه بهتر بازی کرد. به هر حال چیز مهمی که من اینجا میخوام به شما بگم اینه که چالش ها و چلنج هایی هستش که با انجام دادن این چلنج ها میتونید چیزهای رایگان، ریوارد های رایگان به دست بیارید. فرق نمیکنه که بتل پس داشته باشید یا نه، این چالش ها رایگانن و همه میتونن انجامش بدن، که راه حل انجام دادنش رو درست بعد از این ویدیو قرار خواهم داد، که ویدیو کوتاهیه، 2-3 دقیقه یا 3-4 دقیقه میشه. برای شما قرار خواهم داد که چجوری این چالش ها رو انجام بدید. دو روز بعد چالش های دیگش میان که میتونید اونا رو هم انجام بدید و ریوارد های بیشتری به دست بیارید. فورتنایت با دادن این ریوارد های رایگان میخواد بازیکن ها رو بیشتر جذب کنه، برای اینکه بازی های زیادی این روزا میخوان بیان بیرون و فورتنایت میخواد طرفداراش رو راضی نگه داره. و برسیم به چیزی که در لوتلک اتفاق افتاد. لوتلک یک دریچه بزرگ آهنی که رو به زمین باز میشه ایجاد شده تو این آپدیت، که هنوز نظریه های مختلفی ازش هست که معلوم نیست چی هستن، ولی من نظریه خودم رو دارم. از اونجایی که من بازی جنرال رو بازی کردم، یه بازی استراتژیکیه که بچه هایی که قبلا همسن من باشن معمولا اینو بازی کردن، بازی جنرال که خیلی بازی خوبیه، مثل رد آلرت هم از شرکت همون ایه بود که واقعا بازی خوبی بودن. یک چیزی که تو این بازی ها بود اینه که توپ لیزری بود که در زمین بود و میتونستی بسازی و به حریفت لیزر بزنی. این دریچه‌ای که در لوتلک ایجاد شده
از نظر خودم خیلی زیاد شبیه همین دریچه مانند برای توپ لیزر بازی جنراله که واقعا شبیه همن. من فکر کنم قرار لیزر شلیک بشه از لوت لیک، ولی فعلا کسایی که بازی رو میگردن گفتن شبیه هستش و شبیه یک دریچه‌ای که میخواد چیزی رو شلیک کنه هستش. هنوز واقعا چیزی معلوم نشده، نمیدونم قرار چیزای جالبی اتفاق بیفته، ایونت های جالبی اتفاق بیفته که واقعا به نظر من جذاب. هیچ بازی از این ایونت ها را ننداخته، ایونت های لایو که تنها بازی بود فورتنایت که ایونت های لایو برای بازیکن ها گذاشت که به صورت لایو اتفاق میفتن. نمیدونم میخواد این دفعه هم اتفاق بیفته، ساعتی میدن یا اینجور چیزی، مثلا قبلا رو تلویزیون ها اعلام میشد الان هم اعلام میکنن یا نه. الان میخواییم از این بگذریم و برسیم به چیزهایی که تو فایل بازی بیشتر پیدا شده، ایونت هایی پیدا شدن که به نظر من خیلی جذابن و صداهاشو کسایی که بازی رو فایل بازی رو میگردن پیدا کردن که میخواییم بریم گوش کنیم. اولین چیزی که میخواییم گوش کنیم اینه که فایل بازی پیدا کردن به نظر من صداهای جالبی هستن که با هم بریم گوش کنیم. خب همونطوری که شنیدید واقعا معلوم نیست چی هستن، شبیه لیزر و اینجور چیزا هن، شبیه ضربه خوردن چیزی هن که به نظر من خیلی جالبه و بریم صدای ایونت دیگه ای گوش کنیم که به نام اسنو ایونت نام داره که نمیدونم حالا چرا اسمش اسنو ایونته. نمیدونم نظر شما چیه ولی از نظر من انگار داره تو این صدا دریچه باز میشه، لیزری شلیک میشه، صدای فضایی ایجاد میشه که به نظر من خیلی باحاله و کلا معلوم نیست چی هستن، ولی مطمئنه مربوط به همین تغییر لوت لیکه که با هم در آینده خواهیم دید که قراره چی بشه. خب در اینجا به پایان ویدیو رسیدیم، امیدوارم که از موضوعات ویدیو و دیدن ویدیو لذت برده باشید. خیلی خوب میشه که در این ویدیو حداقل 30 تا لایک داشته باشیم و اگرم ساب نیستید ساب کنید و منو در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید. همتون عشقید، منتظر ویدیو چالش های رایگان ایر رویال من باشید و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.